این پادکست رو جایگزینی کلاس مکالمت کن. بهت قول میدم که اگر این پادکست رو دنبال کنی، مکالمت توی 3 ماه از این رو به اون میشه. من رضا پروازی هستم، معلم انگلیسی آیلتس، و این مکالمات رو با بیشتر از 1000 تا شاگرد کار کردم و جواب داده. این مکالمات دقیقاً اونطوری طراحی شده که امریکن اسپیکر ها صحبت میکنن، وقتی اینا رو یاد بگیری خیلی راحت میتونی مثل نیتیو ها صحبت کنی و سریال ها و فیلم ها رو هم بفهمی. موضوع این قسمت مورنینگ روتینز هستش، یعنی روتین های روزانه. دو تا کاراکتر داریم، مایکل اند سوفیا، اوکی، ان ارلی رایزر، اوکی، مایکل یا میشل، هر جوری شما میخواید چیز کنی. ان ارلی رایزر، بچه ها، ارلی رایزر یعنی کسی که صبح زود از خواب بلند بیدار میشه. ان لیت اسلیپر، اوکی، یعنی کسی که شب تا آخر شب بیداره و بعد میخوابه. شما کدوم هستید؟ آر یو ان ارلی رایزر اور ا لیت اسلیپر؟ میتونید توی کامنت ها بهم بگید. I'm an early riser, okay? Nowadays, من این روزها early riser هستم. با هم دیگه میخونیم و بعد با هم دیگه معنیش میکنیم. So, settingش هم بگیم کجا داریم دیالوگ اتفاق میفته. At a breakfast cafe on a Saturday morning, okay? ببینید بچه ها، کافه هستش. این کافی نیستش. اونجایی که ما میریم اونجا قهوه میخوریم بهش میگیم کافه. میگه که توی صبحونه هستیم توی Saturday morning. So, good morning, Sophia. I can't believe you're up so early on a weekend. Okay, good morning. صبحت بخیر سوفیا. I can't believe you're up so early on a weekend. بچه up، you're up یعنی بیداری، okay؟ So early یعنی به این زودی. میگه که توی ویکند، توی آخر هفته، میگم باورم نمیشه تو توی آخر هفته به این صبح به این زودی بیدار شدی. up اینجا به معنی بیدار بودنه. سوفیا میگه it's a miracle. It's a miracle, okay? Miracle یعنی معجزه است. آره میگه آره معجزه است. I usually sleep in. ببین بچه‌ها، این sleep in یعنی داخل خوابیدن. معنی نمیده. اگر شما بخوای از فارسی به انگلیسی ترجمه کنی، خیلی مشکلی که خیلی از بچه‌ها دارن، سالها زبان یاد میگیرن ولی همچنان نمیتونن صحبت کنن. چرا؟ چون همش توی ذهنشون از فارسی میخوان اون چیزایی که ما تو فارسی میگیم رو به انگلیسی ترجمه کنن. بچه‌ها این جواب نمیده. شما باید بیا انگلیسی رو اونجوری که انگلیسی زبان‌ها صحبت میکنن، باید اونجوری یاد بگیری تا بتونی مثل اونها صحبت کنی خیلی آسون. میگه I usually sleep in، یعنی میگه آخر هفته. sleep in یعنی خوابیدن. این میمونی خونه و میخوابی، نمیری جایی. Okay? I usually sleep in, but I wanted to try something different today. Okay? میگه من معمولا میمونم خونه میخوابم، ولی برای امروز میخواستم یه چیز جدید امتحان کنم. Wow, that's great. I'm up by 6 a.m. every day. I find it gives me a head start. Okay? میگه که عالیه. I'm up by 6 a.m. میگه من معمولا تا 6 صبح بیدار شدم. یعنی تا 6 by 6 a.m. یعنی تا 6 من بیدار شدم. Every day، هر روز. I find it gives me a head start. Okay, میگه بهم head start میده. یعنی head start میبینید آدم صبح زود پا میشه، باعث میشه که به همه کاراش برسه، میتونه همه چیز رو منیج کنه. این دقیقاً همونه. It gives me a head start. سوفیا میگه که wow, I admire that. Okay, یعنی wow، واقعاً واسم قابل احترامه. Okay, I admire that. Admire واقعاً strong هستش. یعنی واقعاً من دوست دارم اینو، قابل احترامه. What do you do in the morning? Okay, what do you do in the morning? بچه تون صدا رو میبینید. What do you do in the morning? Okay. Internet, what do you do in the morning? Well, that doesn't make sense, okay? What for say, صبح چه کار میکنی, okay? اون تونه صدا رو خجالت نکشیم. خیلی وقت میبینم که بچه ها موقعی که میخوان صحبت کنم میگه نه الان اینا میگن که ما میخوایم داریم ادا در میاریم اینجور چیزا. نه بچه ما باید زبان اونجوری که اونا صحبت میکنن شما صحبت کنیم. مایکل یا میشل میگه که I start with a jog. Okay? میگه با نرم دوی شروع میکنم. جاگ. جاگ با رون بچه و فرق داره. رون یعنی دویدن. I start with a jog. یعنی میرم یه نرم دوی میکنم. Then بعد از اون I meditate for a bit. Meditate یعنی مراقبه کردن. Meditation. For a bit یعنی یه ذره. I meditate for a bit. It helps me focus for the day ahead. Okay? بهم کمک میکنه focus کنم. For the day ahead. Okay? یعنی برای روز پیش رو. Ahead یعنی پیش رو. سوفیا میگه که sounds productive. Okay? یعنی خیلی productive به نظر میرسه، یعنی خیلی فعال به نظر میرسه. Well, I usually rush to get ready and skip breakfast. Okay? Rush بچه اینی عجله کردن. Okay? میگه که من معمولا عجله میکنم، یعنی عجله ایم. So I rush to get ready یعنی آماده بشم and skip breakfast. Okay? Skip breakfast بچه اینی صبحونه نمیخورم. وقتی که در زبان انگلیسی ما میخوایم یک وعده رو نخوریم، مثلا ممکنه یکی توی دایت هستش میگه که I skipped lunch today. Okay, یعنی من امروز نهار نخوردم. حالا شما بخوای اینو از فارسی به انگلیسی ترجمه کنی، کلی باید آسمون ریسمون به هم ببافی و آخرش هم این در نمیاد. حالا اگه میخوای اینطوری صحبت کنی، قطعا کانال منو سابسکرایب کن، چون من این پادکست رو میخوام هر هفته آپلود کنم و هر قسمت این پادکست قراره راجع به یک موضوع جدید باشه، عیناً مثل کلاس
زبان هستش. دقیقا اینا همین چیزایی هستش که من دارم توی کلاسام که به صورت پید هستش همون رو تدریس میکنم و واقعا میتونه برای کلاس زبان آنلاین باشه. در ادامه مایکل میگه که you should try a morning routine, it really sets a positive tone for the day. Okay, you should try a morning routine. یعنی باید سعی کنی که یک morning routine داشته باشی، یک روتین روزانه داشته باشی. It really sets a positive tone for the day. Okay, یعنی میگه یه تون، یه وایب به اصطلاح پوزتیو، یه وایب مثبت به اون روزت میده. That's it guys. Okay, حالا امیدوارم که این ویدیو رو الان پاس کنید، خودتون یک بار این دیالوگ رو برای خودتون بخونید، میتونید جای هر جفت کاراکترها صحبت کنید، دقیقاً سعی کنید ادای اون کاراکترها رو در بیارید، سعی کنید اون معنا رو برای خودتون با صدای بلندم بگید. بچه‌ها اصلاً شای نباشید، don't be shy. اوکی، و هر نظری، پیشنهادی، چیزی هم راجع به این پادکست دارید میتونید که توی کامنت ها برام بذارید.